حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود و آن کی به منزل قوتی یافتند و ترسا و جهود سیر بودند گفتند این قوت را فردا خوریم مسلمان صایم بود گرسنه ماند از آن که مغلوب بود یک حکایت بشنو اینجا ای پسر تا نگردی ممتحن اندر هنر آن جهود و ممن و ترسا مگر همرهی کردند با هم در سفر با دو گمره همره آمد ممنی چون خرد با نفس و با اهرمنی مرغزی و رازی افتند از سفر همره و همسفره پیش همدگر در قفس افتند زاغ و جغد و باز جوف شد در حبس پاک و بی نماز کرده منزل شب به یک کاروانسرا اهل شرق و اهل غرب و ماورا مانده در کاروانسرا خرد و شگرف مانده در کاروانسرا خرد و شگرف روزها با هم ز سرما و ز برف چون گشابده شد ره و بگشاد بند بسکلند و هر یکی جای روند چون قفس را بشکند شاه خرد جمع مرغان هر یکی سوی پرد پرگشاید پیش از این بر شوق و یاد در هوای جنس خود سوی معاد پرگشاید هر دمی با اشک و آه لیک پریدن ندارد روی و راه راه شد هر یک پرد مانند باد سوی آن که از یاد آن پر می گشاد آن طرف که بود اشک و آه او چون که فرصت یافت باشد راه او در تن خود بنگرین اجزای تن از کجاها گرد آمد در بدن آبی و خاکی و بادی آتشی آبی و خاکی و بادی و آتشی عرشی و فرشی و رومی و گشی از امید عود هر یک بسته طرف اندرین کاروانسرا از بیم برف برف گوناگون جمود هر جماد در شتای بعد آن خورشید داد چون بتابد تف آن خورشید جشم کوه گردد گاه ریگ و گاه پشم در گداز آید جمادات گران چون گداز تن به وقت نقل جان چون رسیدن این سه همره منزلی هدیه‌شان آورد حلوا مقبلی برد حلوا پیش آن هر سه غریب محسنی از مطبخ انی غریب نان و گرم و صحن حلوای عسل برد آن که در ثوابش بود عمل الکیاس والادب لهل المدر الزیاف والغرا لهل الوبر الزیاف للغریب والغرا اودع الرحمن فی اهل الغرا کل یوم فی الغرا زیف و حدیث ما له غیر علاله من مغیث کل لیل فی الغرا وفد و جدید ما لهم سم سوی الله مهید تخمه بودن آن دو بیگانه زخر بود صایم روز آن ممن مگر چون نماز شام آن حلوا رسید بود ممن مانده در جوع شدید آن دو کس گفتند ما از خور پریم امشبش بنهیم و فردایش خوریم صبر گیریم امشب از خور تن زنیم بهر فردا لوت را پنهان کنیم گفت ممن امشب این خورده شود صبر را بنهیم تا فردا بود پس بدو گفتند زین حکمتگری قصد تو آن است تا تنها خوری گفت ای یاران نه که ما سه تنیم
چون خلاف افتاد تا قسمت کنیم. هر که خواهد قسم خود بر جان زند، هر که خواهد قسم خود پنهان کند. آن دو گفتندش ز قسمت درگذر، گوش کن قسام فنار از خبر. گفت قسام آن بود کوخیش را، کرد قسمت بر هوا و بر خدا. ملک حق و جمله قسم اوستی، قسم دیگر را دهی دو گوستی. این اسد غالب شدی هم بر سگان، گر نبودی نوبت آن بدرگان. قصشان آنکان مسلمان غم خورد، شب برو در بینوایی بگذرد. بود مغلوب و به تسلیم و رضا، گفت سمعن طاعهو اصحابنا. پس بخفتند آن شب و برخاستند، بامدادان خیش را آراستند. روی شستند و دهان و هر یکی، داشت اندر ورد راه و مسلکی. یک زمانی هر کسی آورد رو، سوی ورد خیش از حق فزجو. ممن و ترسا جهود و گبر و مق، جمله را رو سوی آن سلطان علق. بلکه سنگ و خاک و کوه و آب را، هست واگشت نهانی با خدا. این سخن پایان ندارد هر سیار، رو به هم کردند آن دم یاروار. آن یکی گفتا که هر یک خواب خیش، آن چه دید و دوش گو آور به پیش. هر که خوابش بهتر این را او خورد، قسم هر مفصول را افضل برد. آن که اندر عقل بالاتر رود، خوردن او خوردن جمله بود. فوق آمد جان پر انوار او، باقیان را بس بود تیمار او. عاقلان را چون بقا آمد ابد، پس به معنی این جهان باقی بود. پس جهود آورد آن چه دیده بود، تا کجا شب روح او گردیده بود. گفت در ره موسیم آمد به پیش، گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. در پی موسی شدم تا کوه تور، هر سه من گشتیم ناپیدا ز نور. هر سه سایه محو شد زان آفتاب، بعد از آن زان نور شد یک فتح باب. نور دیگر از دل آن نور رست، پس ترقی جست آن ثانی شست. هم من و هم موسی و هم کوه طور، هر سه گم گشتیم زان اشراق نور. بعد از آن دیدم که کوه سه شاخ شد، چون که نور حق در او نفاخ شد. وصف هیبت چون تجلی زد بر او، می سکست از هم همی شد سو به سو. آن یکی شاخ کوه آمد سوی یم، گه شیرین آب تلخ همچو سم. آن یکی شاخش فرو شد در زمین، چشمه دارو برون آمد معین. که شفای جمله رنجوران شد آب، از همایونی وحی مستطاب. آن یکی شاخ دگر پرید زود، تا جوار کعبه که عرفات بود. باز از آن سعقه چو با خود آمدم، تور بر جا بود نه افزون و نه کم. لیک زیر پای موسی همچو یخ، می گدازید و نماندش شاخ و شخ. با زمین هموار شد کوه از نهیب، گشت بالایش از آن هیبت نشیب. باز با خود آمدم زان انتشار، باز دیدم تور و موسی برقرار. وان بیابان سر به سر در زیل کوه، پرخلایق شکل موسی در وجوه.
چون عصا و خرقه او خرقشان، جمله سوی تور خوش دامن کشان، جمله کفها در دعا افراخته، نغمه ارنی به هم در ساخته. باز آن قشیان چو از من رفت زود، صورت هر یک دگرگونم نمود. انبیا بودن ایشان اهل ود، اتحاد انبیا ام فهم شد. باز املاکی همی دیدم شگرف، صورت ایشان بود از اجرام برف. حلقه دیگر ملایک مستعین، صورت ایشان به جمله آتشین. زین نسق می گفت آن شخص جهود، بس جهودی کاخرش محمود بود. هیچ کافر را به خاری منگرید، که مسلمان مردنش باشد امید. چه خبر داری ز ختم عمر او، تا بگردانی از او یک بار رو. بعد از آن ترسا در آمد در کلام، که مسیح هم رو نمودن در منام. من شدم با او به چارم آسمان، مرکز و مصفای خورشید جهان. خود عجبهای قلاء آسمان، نسبتش نبود به آیات جهان. هر کسی دانند ای فخر البنین، که فزون باشد فن چرخ از زمین.